واسه بچه‌ها چطوری؟ من فرابترم، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو می‌خوایم بریم یه سری راهکارهای خاص رو بهتون یاد بدیم که هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنین. FPS تون رو توی تمام گیمایی که بازی می‌کنین تضمینی افزایش میده و خیلی خفنه. پارت آخر ویدیو هم برای کانتر بازاست. پس لایک، ساب، کامنت یادتون نره. بریم واسه ادامه ویدیو. خب بچه ها PC رو ریستارت کنید، روی کیبورد کلید دات یا F2 رو اسپم کنید. موقعی که این کار رو انجام بدید میایید تو قسمت تنظیمات بایوس برای فعالسازی DOCP که برای AMD هست و یا XMP که برای اینتل هاست، یعنی کسایی که مادربردشون از چیپست اینتل یا AMD استفاده میکنه میتونن این گزینه رو فعال کنن که فرکانس رمشون رو بوست کنن روی بالاترین عددی که اون رم ساپورت میکنه که FPS قابل توجهی رو به شما میده. فقط یادتون باشه این تنظیمات احتمال زیاد روی لپتاپ ها نیست، مخصوص کامپیوتر. برای فعالسازی XMP و DOCP که خب روی صفحه دارید میبینید، خیلی راحت میتونید بیاید اینجا روی AI Overclock Tuner اینجا DOCP رو فعال بکنید. بقیه گزینه‌ها رو لازم نیست دست بزنید، کافی از روی اوتو بردارید بذارید روی DOCP. XMP هم بچه ها خیلی شباهت داره به این قضیه، خیلی راحت میتونید برید XMP رو پیدا بکنید و قرارش بدید پروفایل مادربردتون رو روی XMP تا رم هاتون بوست بشن و FPS قابل توجهی براتون آنلاک بشه. بچه قبل از اینکه هر کاری رو بخواید داخل محیط ویندوز انجام بدید میتونید یه پلی واسه خودتون بسازید که اگر جواب نداد روی سیستمتون با خیلی راحت بتونید تنظیمات ویندوز و هر کاری که انجام دادید رو برگردونید به حالت اوله. چطوری میشه این کارو کرد؟ استارت رو باز میکنید، میاد داخل سیتینگ، اینجا سرچ میکنید ریستور پوینت، یه گزینه واسه تون میاد، گزینه دوم نوشته create a restore point. اینو که بزنید این صفحه باز میشه، خیلی راحته بچه‌ها. روی درایو C یک کلیک میکنید، اینجا create رو میزنید، هر اسمی که مثلا خواستید انتخاب میکنید، ما مثلا میذاریم رپتور، یک create میزنید، خیلی سریع واسه تون یه دونه restore point create میکنه که اگر خواستید بعدا میتونید برگردید اینجا تو قسمت سیستم ریستور و اون دیتایی که میخواین رو اینجاست، مثلا اینو ریستور کنید، همه تنظیماتی که انجام داده بودید و تغییراتی که داده بودید برمیگرده رو حالت قبلش به همین سادگی. اینو حتما انجام بدید یادتونه. اما بچه ها سیتینگ اول برای انویدیاست، برای AMD هم داریم، نگران نباشید. انویدیا کنترل پنل رو باز میکنید، توی این صفحه میاد توی منیج 3D سیتینگ، گزینه رو به همین شکل میذارید، آف آف، کنترل آف آن، و به همین صورت میایید پایین. من آروم آروم اسکرول میکنم، شما هر جا که نیاز داشتید ویدیو رو پاس کنید و سیتینگتون رو مثلا ست بکنید. اینجا اسم کارت گرافیکتون، بچه‌ها کارت گرافیکتون هر چی باشه اینجا میتونید انتخابش بکنید. این خیلی مهمه که پریفر ماکسیمم پرفورمنس باشه و بقیه‌اش هم به همین صورت. اینم خیلی مهمه های پرفورمنس باشه، آن، اوتو، آف، آف. این میشه بچه ها گلوبال سیتینگ. گلوبال سیتینگ بچه ها فقط رو همه گیماتون تاثیر میذاره. اگه فقط میخواید رو گیم خاصی تاثیر بذاره باید بیاید تو قسمت پروگرام سیتینگ اینجا انتخاب کنید، اگه اینجا نبینیدش باید اینجا ادش بکنید. مثلا اگه بخواید فقط روی CS2 تاثیر بذاره کانفیگتون، CS2 رو اینجوری اد میکنید و اون سیتینگ رو اینجا پیاده میکنید. این باعث میشه که کانفیگتون فقط روی CS2 اپلای شه، روی بقیه گیماتون اپلای نشه. امکان داره بخواید یه گیمی رو بازی کنید، FPS واسه تون مهم نیست، کوالیتی مهمه و خب این قضیه میتونه کوالیتی رو خراب بکنه. این فقط برای پرفورمنس و بالاتر بردن میزان FPS. اما بچه ها یکی از چیزایی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه، برید داخل گوگل سرچ کنید NVIDIA Profile Inspector. لینک اول رو باز کنید به این صورت بچه ها. لینک اول رو باز کنید، همون گیت هابو، اینجا آخرین ورژنش رو میتونید خیلی راحت دانلود کنید. دانلود که کردید اوپن فولدر بیاید هر جا که میخواید پیستش بکنید و اکسترکت کنید. تا اینجاش که چیز خاصی نداره، نگران نباشید، حرفه‌ایه ولی راحته. بازش کنید، موقعی که باز شد یه همچین صفحه میاد بالا. بچه این همون انویدیا کنترل پنل ولی حرفه‌ایه، یعنی خیلی فیچرهای بیشتری داره. باز این که ازش استفاده کنین کافیه اول سرچ کنین مثلا کانتر استرایک 2، بیاید یه ذره پایین، اینجا چند تا گزینه است که باید دستکاریش کنیم. اولیش کیود آف فورس پی 2 استیته که اینو باید بذاریدش روی آف. مطمئن باشید که حتما پاور منیجمنت مود روی پرفر ماکسیمم پرفورمنسه. اما بچه این سه تا فیچری که این پایینه
اینا رو باید بدونید میتونید دست بزنید یا نه. چه جوری میشه بفهمیم که آقا سیستم ما از آربار فیچر ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه یا نه؟ کافیه بیایید داخل انویدیا کنترل پنل، موقعی که باز شد این بالا هلپ رو بزنید، نوشته سیستم اینفورمیشن رو بزنید، ذره صبر کنید. اینجا یه گزینه میاد نوشته ریسایزبل بار یا همون آر بار. اگه زده بود yes میتونید ادامه چیزی که میگم رو روی سیستمتون پیاده بکنید. به چه صورت؟ برمیگردید داخل برنامه، گزینه اول که نوشته فیچر رو اینیبل میکنین، گزینه دوم که نوشته آربار آپشن میذاریدش روی چیزی که آخری 01 یا همون 01، بعدی رو میذارید روی 04 یا همون 04. حالا یه ذره دیگه اینو اسکرول داون میدید میایید پایین تر تا برسید به قسمت مموری. اینم کافیه روش یک کلیک بکنید و ستش بکنید روی مادریت. موقعی که این کار رو کردین آخرین بالا سر منه، این اپلایش رو که بزنید اپلای میشه به همین راحتی، خیلی ایزی، و این خیلی میتونه روی FPS شما تأثیر بذاره. اگرم خواستید برش کردید رو حالت دیفالت، کافیه بیایید این بالا نوشته ریستور current profile to NVIDIA defaults، اینو بزنید همه چی برمیگرد رو همون تنظیمات اولیه که قبل از اینا بوده به همین راحتی. اما بچه کسایی هم که AMD دارن کافی اپشو نصب کنن بیان تو قسمت گیم، برن روی Counter Strike 2. اول از همه بچه یادتون باشه این آنتی لگو در حال حاضر نباید اینیبل کرد، چون هنوز باگ داره و امکان داره شما وک بشید، وک بن بشید. یه باگ خیلی عجیب غریبی که توی CS2 افتاده و این فعال کردن این گزینه میتونه به شما وک بن بده که خیلی خطرناکه، مواظب باشید. اگر الان اینیبلش کردید فعلا دیزیبلش بکنید تا موقعی که ولف آپدیت بده برای CS2. خیلی گزینه خوبیه، خیلی گزینه خوبیه، ولی خب فعلا به خاطر باگ هایی که هست نمیشه ازش استفاده کرد. خیلی هم خطرناکه، وکبن چیز کمی نیست دیگه، اکانتتون بای بای میشه. پس فعلا دیزیبلش بکنید، استوری ها رو تو اینستا دنبال بکنید، به محض اینکه این گزینه فیکس شد برگردید و حتما فعالش بکنید. بازم میگم هر موقع آپدیت دادن و فیکس شد. بقیه تنظیمات هم به همین صورت که میبینید تمامش رو میتونید ست بکنید و ازش استفاده بکنید. این هم بذارید روی Always Off. حالا بچه ها این کاری که من میکنم روی پراپرتیز هر گیمی میتونید بزنید، CS Call of Duty هر گیم میتونید امتحان کنید ببینید FPS رو میبره بالا یا نه. CS رو که مطمئنم میبره بالا، ولی روی بقیه گیم هم بزنید تست کنید. کال آف هم واسه من برد بالا، پابجی هم برد بالا، دوتا رو من تو برد بالا. چطوری میشه این کار کرد؟ کافیه که به فایل اگزه گیم دسترسی پیدا کنید و پیداش کنید ببینید کجاست. کلن مثلا چطوری میشه CS رو پیدا کرد؟ من CS رو واسه تون مثال میزنم. شما واسه پیدا کردن فایل CS کافی استیم رو باز کنید، پراپرتیز بگیرید، بیاید روی اینستال فایل براوز رو بزنید. CS2 بچه یه جای خاصی قائم شده. کجا قائم شده؟ توی قسمت Counter Strike Global Offensive Game Bin Win64. اینجا که میاد بچه ها CS2.exe اینجاست. موقعی که رسیدید به فایل اگزه هر گیمی، چه CS، چه کالاف، چه هر گیم دیگه، کافیه روش یه پراپرتیز بزنید، بیاید تو قسمت کامپتیبیلیتی، اول از همه تیک دیزیبل فول اسکرین اپتیمایزیشن رو بزنید، بیاید روی چنج های دی پی آی سیتینگ جفتی کار رو بزنید، اوکی کنید، برید داخل گیم. اگر اف پی اس تون افزایش پیدا کرده بود که چه بهتر، اگر احیانا کرش کردید بیاید همینجا این حرکت رو معکوسش رو بزنید، یعنی این تیک رو بردارید، این دوتا تیک هم بردارید، میره رو حالت دیفالت. به همین سادگی. این خیلی توی سی اس تو اف پی اس میده، روی کال آف هم اف پی اس خوبی اضافه میکنه. روی بقیه گیم ها باید تست کنید بچه ها، حتما این روش رو امتحان کنید. اما بچه ها این حرکت هم دوباره هم برای سی اس جواب میده هم برای بقیه گیم ها. فقط کافی همین آدرس گیمتون رو پیدا کنید. حالا مثلا برای سی اس اینجاست، من این آدرس رو کپی میکنم. بازم میگم برای کال آف و تمام گیم ها جواب میده این قضیه. کافیه این استارت رو باز کنید، توش برید داخل سیتینگ، اینجا سرچ کنید گرافیک سیتینگ، میاد به این قسمت. اینو بچه ها آن میکنید، بهتون میگه که در موقعی که PC رو ریستارت کنید این قضیه اپلای میشه. ریستارت اینجا بعدا باید بزنید. حالا براوز رو میزنید، آدرس اون گیمی که میخواین، حالا ما برای مثال فقط CS رو اینجا
اضافه میکنیم. بازم میگم فایل اگزه اون گیم مهمه، توی کالاف یا چون بقیه گیم ها فایل اگزه شو باید پیدا کنید. اینجا موقعی که پیدا کردید هر گیمی که دلتون خواست و اد رو میزنید، میایید این پایین آپشن رو میزنید، اینو میذارید روی های پرفورمنس سیف به همین راحتی. حالا PCUG ریستارت که بکنید این تنظیمات هم اپلای میشه و کارت گرافیکتون به بهترین شکل و با بالاترین پرفورمنس برای اون گیمی که انتخاب کردین شروع میکنه به کار کردن. حالا ما مثلا واسه کالاف هم اضافه میکنیم که قشنگ متوجه بشید به چه صورت. اینجا دوباره براوزر میزنید، میاد جایی که کالاف نصب شده که برای من توی این آدرس استیم اپس کامن کرافتیتی اچ کیو ایناش این کد دات اگزه میشه مثلا کالاف وارزون 2، اینو اد میکنید، دوباره میاد اینجا میذارید روی های پرفورمنس، بالا هم که تیکش خورده. الان کالاف هم مثلا به این لیست اضافه شد. همینطور تمام گیم ها رو به محض اینکه فایل اگزاشو پیدا کنید میتونید این تو اد بکنید و FPS درون ببرید بالا. یه کار دیگه ای که میتونید بکنید بهتون FPS بده شبیه این کاره و توی محیط خود ویندوز انجام میشه اینه که دوباره میرید استارت رو میزنید، میاد داخل سیتینگ، این دفعه سرچ میکنید Exploit Protection، بازش میکنید، میاید داخل پروگرام سیتینگ. اینم بچه واسه تمام گیم ها عمل میکنه، یعنی فایل اگزه رو پیدا میکنید، آدرسش رو بهش میدید، اد پروگرام تو کاستمایز رو میزنید، چوز اگزکت فایل پس رو انتخاب میکنید، آدرس جایی که فایل اگزه گیم هست رو بهش میدید. مثلا ما همون CS رو دوباره اضافه میکنیم، کالاف هم اضافه میکنم که ببینید، اوپن رو میزنید، یه صفحه دیگه بچه واسه تون باز میشه، یه ذره اسکرول رو میارید پایین، یه جا نوشته کنترل فلو گارد CFG، این تیک اوورراید سیستم سیتینگز رو میزنید، پایینیشو آف میکنید بچه ها به این صورت. همین تنها کاری که کافیه انجام بدید به همین شکل، تیک رو میزنید، پایینی رو آف میکنید، حالا اپلای میزنید، اینجا یه دونه یس ازتون میگیره ویندوز و به این صورت اینجا اضافه میشه. خب حالا مثلا کالاف هم اضافه میکنیم، دوباره میایم اینجا، میایم توی استیم apps common callofdutyhq و اینا code.exe اینو مثلا میزنیم، اینجا یه ذره میایم پایین تر نوشته control flow guard، این تیکو میذاریم، override system setting رو پایین رو آف میکنیم و apply رو میزنیم و کاراش انجام میشه. یه کار دیگه که باید تو محیط ویندوز انجام بدید اینه که پاور پلن اولتیمیت رو برای خودتون فعال کنید. چطوری میشه این کارو کرد؟ این دستوری که اینجا نوشتم رو که داخل دسکریپشن هم میذارم کپی کنید، استارت رو بزنید، سرچ کنید پاور شل، این که اومد بالا ران از ادمین بازش بکنین، این صفحه واسه تون باز میشه. موقعی که باز شد همون داخلش پیست بکنید و اینتر بکنید. موقعی که اینتر کردید بعدش کافیه برید توی کنترل پنل، اینجا اگه این شکل شاد برای شما این شکلی باشه یا این شکلی باشه، هرچی بود میتونید بذارید روی لارج آیکونز این شکلی میشه. موقعی که این اومد برید توی پاور آپشن، اینجا میبینید که گزینه اولتیمیت پرفورمنس واسهتون آزاد شده، این تیکو بذارید و اینم تا اینجاش. استپ بعدی استارت رو باز بکنید، توش بنویسید بک‌گراند اپس، خودش میاره. موقعی که بک‌گراند رو بنویسید خودش میاره. بک‌گراند اپس که اومد بچه‌ها این بالا اگر آن بود اینو آفش کنید به همین راحتی، خودش همه تیکای پایین رو میزنه، اینو آفش کنید بهش دردی نمیخوره. قسمت بعدی هم خیلی آسونه، دوباره بیاید تو استارت سیتینگ، این دفعه بیاید توی قسمت گیمینگ ویندوز، برای ویندوز 10 البته این داستان، تیک ایکس باکس گیم بار رو بردارید، توی کپچر بیاید این تیک رو هم بردارید، توی گیم مود این تیک رو اگر آفه آن کنید بچه ها، این خیلی مهمه، گیم مود رو حتما حتما آن کنید. برای اینکه CS2 پرفورمنس بهتری بهتون بده یکی از کارهایی که لازمه بکنید اینه که CS رو ترانسفر کنید، دیت کل دیتاشو ترانسفر کنید توی درایو سی. چطوری میتونید این کارو انجام بدین؟ خیلی راحت، استیم رو باز میکنید، میرید توی سیتینگ استیم، میرید تو قسمت استوریج، اینجا درایو سیه، اگه مثلا سی اس تون توی درایو دیگه قرار داره، مثلا برای من الان توی ای، چون ایم هم اس اس دیه، ولی چجوری میشه حالا ترانسفرش کرد؟ میرید اینجا تیکشو میزنید، خیلی راحت موو میزنید، اینجا درایو سی رو که انتخاب کنید موو بزنید، خودش تمام دیتا رو واسهتون ترانسفر میکنه توی درایو سی. یکی دیگه از کاری که باید بکنید اینه که روی کانتر کلیک راست بکنید، برید تو پراپرتیز، بیاید تو دی ال سی، این دو تا تیکو بردارین اگه به کارتون نمیاد. تیک اولی که باید بردارید چون لیمیتد تست تموم شد دیگه اصلا به کارتون نمیاد. اما ورکشاپ بچه چیز خاصی نداره، اگر با ورکشاپ سی اس کاری ندارید تیک اینم بردارید، بعد بیاید پایین
داخل تب ورکشاپ اینجا تمام این اینا مپای ورکشاپ قبلی تونه، یعنی مپای ورکشاپ توی سی اس گو هستش بچه‌ها، اینا اصلا نیومده توی سی اس 2. تمام اینا رو آن سابسکرایب بکنید. چرا باید این کارو بکنید؟ به خاطر اینکه بعضی وقت امکان داره گیمو باز کنین بدون اینکه متوجه بشین گیم شروع میکنه دانلود کردن. شما هرچی میگردی میبینید که چیزی نیست. از کجا باید بفهمید چه اتفاقی داره میفته؟ اینه که امکان داره شروع کنه به دانلود این مپا توی بک‌گراند شما. پس بیاید همه اینا رو آنسابسکرایب بکنید که خیالتون راحت باشه گیم به صورت اتوماتیک چیزی رو واسه شما قرار نیست دانلود بکنه. و حالا برای قسمت نهایی داخل خود استیم کافیه یه بار دیگه برید داخل پراپرتیز CS2 این تب جنرال یه ذره بیایید پایین بچه ها، این دستورات رو میتونید همه رو اینجا پیست بکنید. واسه تون توی دسکریپشن تمام این ست لانچر رو مینویسم. اگر مشکلی پیدا کردید بچه ها این یه تیکه رو حذف کنید، بقیهش نه. این یه تیکه یعنی تیکریت مد کیو و فورس پریلود اینا رو پاک کنید بره دوباره، ولی بقیهش بذارید بمونه. اول همه رو بذارید، البته این تیکه آخری که نمیشه منفی الا ثرد پارتی سافت، این برای کانتنت کریئتور هاست که بتونن مثلا با OBS کار بکنن، OBS گیم کپچر بکنه. همین، این رو FPS تون در اصل هیچ تأثیری نمیذاره. این هم که خب توی ویدیو قبلی توضیح دادم چیه، اما بقیهش بچه ها میتونه روی FPS تون و استاتر و لگ استاتر و این چیزا تاثیر بذاره که میتونید این دستورات رو بذارید و تست بکنید ببینید وضعیت CSتون به چه صورت میشه. اما بچه ها داخل خود CS رزولوشنی که شما انتخاب میکنید برای بازی، خب مسلمان هرچی رزولوشن بره بالاتر FPS شما میاد پایین. من اینجا گذاشتم روی 1920x1080 فقط به خاطر اینکه این ویدیو رو دارم رکورد میکنمه. رزولوشنی که من باش بازی میکنم در اصل اینو میذارم روی 4:3، این میاد روی 1280x960x240Hz. من با این سیتینگ بازی میکنم، FPS خوبی هم میده. آدیو سیتینگ رو بهتون گفتم توی ویدیو جدا، اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید، حتما این بالا واسهتون میذارم. اما توی ادوانس سیتینگ بچه ها، توی ادوانس ویدیو سیتینگ ما یه سری گزینه اینجا داریم که اگه پی سی تون FPS نسبتا خوبی میده، سیستم خوبی دارید، به نظر من همین سیتینگ رو پیاده بکنید. انیبل دیزیبل کاستوم، اینم پایین. اگر ولی FPS تون کمه و فقط FPS میخواید، اینو بذارید روی نان. گلوبال شادو کوالیتی رو بذارید روی لو، اینو بذارید روی بایلینیر، اینم بذارید روی لو و به این صورت تست بکنید. انویدیا لو رفلکس هم اینو بچه ها اینم میتونید تست بکنید. من خودم گذاشتم روی اینیبل، اگه دیدید مشکل FPS دارید میتونید اینو دیزیبلش بکنید، ولی کلن اینیبل پلاس بوست رو نزنید اصلا، این تعطیله فعلا. این هم میشه سیتینگ بالا و ادوانس ویدیو سیتینگ CS2 باید به این شکل باشه. اما بچه ها حالا یه سری چیزها میخوام بگم توی کنسول بزنید. اگه نمیدونید کنسول چطوری باز میشه کافی بیاید توی قسمت گیم اینجا اینیبل دیولوپر کنسول رو بذارید روی یس. کنسول رو باز میکنید با دکمه زیر اسکیپ. یکی از دستورهای خوبی که میتونید داخلش استفاده کنید در صورتی که استاتر دارین، enable low latency sleep after client tick. همش هم یه آندرلاین داره که من واسه تون تو دسکریپشن دستورشو می نویسم که راحت بتونید کپی پیست بکنید. اینو بچه ها وقتی که بزنید و روی true یا همون یک قرارش بدین توی استاتر خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اگر میخواید ببینید FPS تون به چه صورته، چند تا FPS میگیرین، دستورش بچه ها اینه CL_show FPS، یکش که بکنید FPS تون رو روی صفحتون بهتون نشون میده. نتگراف بچه ها این بر عوض شده CQ_نتگراف که میتونید این عدد رو بذارید روی یک. یه گراف سمت راست بالای مانیتورتون واسه تون میاره. اما اگر میخواید پینگ و پکت لاس هم بهش اضافه شه، دستور پایینی رو باید بذاریدش روی true یا یک که میشه CQ_NetGraph_Problem_Show_Auto. اینو موقعی که بذاریدش روی true یا موقعی که بذاریدش روی یک، پکت و پینگتون رو هم بالای NetGraph بهتون نشون میده. اما یکی دیگه از کارهایی که میتونید تست بکنید بچه ها، اینو روی بعضی از PC ها زدیم 100 FPS اومد بالا، روی بعضی از PC ها 100 FPS میاد پایین، چیزی که باید تست باش بکنید. میایید توی همون قسمت لانچ آپشن یه دستوری هست به اسم منفی ولکان، اینو موقعی که اضافه کردید تست بکنید بچه ها. CS رو ببندید، اضافه بکنید، تست بکنید ببینید FPS تون بالاتر میره یا پایین تر میره.
اگه پایین‌تر اومد که بیاد خب پاکش کنید، خیلی راحته. اگر بالاتر رفت میتونید کماکان ازش استفاده بکنید. آقا چون توی CS2 یه قابلیتی که اضافه کردن اینه که اگه پروفایلتون انیمیتد باشه توی گیم هم انیمیتد بهتون نشون میده و این باعث میشه که یه ذره FPS دراپ بخورید. اگه مشکل FPS دارین تا جایی که میخواین FPSتون بره بالا، بیایید توی سیتینگ گیم اسکرول داون کنید تا برسید به قسمت الو انیمیتد آواتارز. اینو بذارید روی نو، اون پروفایل‌ها دیگه تکون نمیخورن، اون بالا FPS الکی دراپ نمیشه. آها بچه‌ها، اگر هنوز مشکل لگ و اسپایک و استاتر اینا دارید، لیستی که این زیر نوشتم رو میتونید کاراشو انجام بدید، شاید بتونه بهتون کمک بکنه. حتما حواستون باشه که فنا اوکی باشه، سیستمتون تمیز باشه، ویندوزتون سالم و آپدیت باشه، درایورهاتون آپدیت باشن، گرد و خاک توی PCتون نباشه و در نهایت میتونید گیم رو کامل پاک کنید و از اول دانلود کنید که فایل‌های نصبیتون کاملاً فرش و تازه باشه. خب بچه ها مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. حتما تو قسمت کامنت ها واسم بنویسین که FPSتون اومد بالا یا نه. اگه اومد بالا یه کامنت مشتی انگلیسی هم واسمون بذارین. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه. بای بای.